حکمه خلق را ایجاد کرده است تا او را فقط بپرستند و برای شریک قائل نشند، تنها و تنها از او پیروی کنند. هر کسی را غیر از خدا پیروی کردید، او را خدای خود گرفتید. هر کسی که از او پیروی کند هم در دنیا عزت و مکنت پیدا خواهد کرد و هم در آخرت رستگار خواهد شد. و هر کسی که اسیانش بکند هم در دنیا ذلیل خواهد شد و هم در آخرت دچار بدترین عذاب خواهد شد. ولذا خبر داده که خودش محتاج بندگان نیست، هیچ نیازی به عبادت اونها نداره، بلکه این بندگی بندگان به او اونها رو، خود اونها رو از بندگی دیگران که نه خالقشونن نه رازقشونن، نه زندگی رو اونها بهشون دادن، نه این هستی رو اونها به اونها دادن و نه اونهاست که از اونها میگیرن، بلکه همه بندگان فقیرن در همه حالات احوالشون و خالق و رازقشون خداونده و لذا مطیع او باشن. و علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه می فرماید الا لیعبدون، یعنی که من به اونها دستور میدم تا پیرو من باشن و اطاعت من کنن و اونها رو به عبادت خود میکنن. با اونها یا به قول مجاهد میگه من با اونها امر و نهی میکنم، یعنی امر و نهی مال منه. در آیه دیگر میفرماید ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان گمان میکنه که میگه بیهوده رها شده، الکی رها شده، حادثه ایجادش کرده، اتفاق ایجادش کرده؟ این حرفا چیه؟ ان یترک صدا، امام شافعی در تفسیر این آیه میگوید که آیا فکر میکنه که امر و نهی نمیشه؟ مثلا در چند جا در قرآن میبینیم که اعبدوا ربکم، فقط پروردگارتون رو عبادت کنید. پس اطاعت کردن، خاضع و خاشع شدن، سجده کردن، تبرک جستن، نمیدونم خضوع و خشوع کردن در مقابل قبرها عبادت اونهاست، در مقابل بارگاه ها عبادت اونهاست، در مقابل هر کسی و خصوص خشوع قلبی و خضوع قلبی